سوال من از شما درباره سلاح‌های هسته‌ای است. رژیم ایران خودشون رو قوی حس میکنن برای اینکه فکر میکنن که نزدیک سلاح هسته‌ای هستن و از برجام عقب نشینی میکنن. شما چی فکر میکنید درباره این برجام؟ فکر میکنید که این مهمه با توجه به همسایه های شما در منطقه؟ آیا فکر میکنید که داشتن سلاح هسته‌ای مهمه، یا اینکه فکر میکنید که یک ایران دموکراتیک میتونه اعتماد کنه به حسن همجواری با همسایه‌های خودش؟ سوال خیلی خوبیه. البته این نظر شخصی من هست، این رو سیاست دولت آینده تلقی نکنید، چون اونها باید برای خودشون تصمیم بگیرن. اما عقیده من همیشه این بوده که یه مسئله هست که میگه تفنگ نیست بلکه دکمه انگشتی است که روی ماشه قرار گرفته. این رژیم رو نمیشه بهش اعتماد کرد. ببینید، ایران یک مزیت انرژی خیلی عمیق و استراتژیک داره، و چرا ما باید این ارزش رو، این ارزش افزوده، این امتیاز رو از دست بدیم با رفتن به سمت مسابقه غنی‌سازی هسته‌ای؟ در ابتدا وقتی ایران رفت به سمت انرژی هسته‌ای، با عنوان جایگزینی بود برای سوخت‌های فسیلی. ما اول به توربین‌های گازی فکر کردیم که اون موقع مقرون به صرفه نبود، اون موقع به انرژی خورشیدی فکر کردیم، اون زمان تکنولوژی خیلی جدیدی بود، هنوز به اندازه کافی راندمان لازم رو نداشت، و در نهایت به راکتورهای هسته‌ای فکر کردیم به عنوان یک منبع جایگزین تولید برق. و جالبه که اونهایی که مسئول آژانس انرژی اتمی ایران بودن رفتن نزد پدر من و به او گفتن ببینید، خب پاکستان داره این کار رو میکنه و ما هم به عنوان همسایش باید خاصیت نظامی، کاربرد نظامی هستی رو در نظر بگیریم. و پدرم پاسخ داد فرض کنید که ما حتی بتونیم که سلاح هسته‌ای تولید کنیم، آیا میتونیم بیش از 300 کلاهک هسته‌ای اتحاد شوروی رو هم خونسا کنیم؟ خب میدونید که قبل از انقلاب ایران سومین ارتش قوی متعارف جهان رو داشت، و چرا باید حتی فکر کنیم به سمت این انرژی هسته‌ای از نوع نظامی که بتونه ما رو امنیت بیشتری به ما بده، وقتی که انواع اقسام کلاهک‌های هسته‌ای به سمت ما نشانه رفته باشن و بریم به سمت گسترش سلاح هسته‌ای؟ برای همین بود که ایران MPT رو امضا کرد، معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای، و بخشی از کنسرسیومی شد که با فرانسوی‌ها دو ریاکتور اول بوشهر رو قرار بود که سال 1982 آنلاین بشن و ما تحویل بدن، و طبیعتاً انقلاب شد و رفت به جهت کاملا متفاوت. من شخصا معتقدم که ما باید از انرژی هسته‌ای حتی برای خاصیت غیر نظامی هم صرف نظر کنیم. ببینید، با توجه به زلزله‌های اخیر ترکیه و سوریه، ایران هم در همون کمربند زمین لرزه قرار داره. چرنوبیل رو در نظر داشته باشید. ببینید، در ژاپن با وجود استانداردهای بالای امنیتیشون این چند سال پیش موفق شدن که به زحمت از یک فاجعه بسیار بسیار عظیم جان سالم به در ببرن. بنابراین شاید در کشورهای کم جمعیت و شرایط متفاوت بتونن رو در نظر بگیرن. میدونم بعد ما پول خیلی زیادی خرج کردیم با کمک روس‌ها و رسیدیم به اینجا که هنوزم خیلی خوب جواب نمیده، اما وقتی من به انرژی تمیز فکر میکنم، انرژی پاک مثل خورشیدی و غیره، سوال اینه که چرا به جای اینکه پاسخگوی دغدغه همسایگانمون باشیم، به جای اینکه بریم صرف هزینه سنگین کنیم برای انرژی هسته‌ای، پولی که باید هر سال
هزینه این قضیه کنیم، میتونیم در عوض اینو صرف آموزش مردممون کنیم، صرف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی کنیم. به نظر من ذهنیت باید مبتنا بر اعتماد باشه و منافع مختلف، منافع مشترک. و متاسفانه این ذهنیتی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده، ما باید این ذهنیت رو عوض کنیم، معکوس کنیم. در مسائلی که خیلی جدی هستن برای ما، نیاز هست به همکاری با همسایگانمون. این ذهنیت منه، ولی خب صرفا نظر من هست. تصمیم رو باید دولت آینده ایران، سیاستگزاران آینده ایران بگیرن، ولی خب توصیه اکید من این خواهد بود به تصمیم گیرندگان آینده.